اولین اقدام در زمینه تولید در سازمان هوافضا ساخت راکت‌های ضد نفر و ضد تانک بود. اما با افزایش قابلیت‌های این سازمان طی سال‌های اخیر، نتایج بسیار چشمگیری در ساخت انواع راکت‌های برد کوتاه و بلند حاصل شده است. طراحی راکت‌های با برد 200 کیلومتر که در بردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از مواردی است که می‌تواند تأسیسات پشتیبانی دشمن را در حجم انبوه مورد تهدید قرار دهد. این راکت‌ها تحت عنوان و همچنین موشک‌های خانواده فاتح 110 با برد بیش از 250 کیلومتر امروز دقت عمل در هدفگیری را به میزان 10 برابر افزایش داده است. توانمندی متخصصان کشورمان در زمینه طراحی و ساخت موشک‌های هوایی نیز مثال زدنی است و با قابلیت‌های مختلفی همراه است. در بحث موشک‌های زمین و هوا، موشک میثاق با برد 5 کیلومتر و موشک‌های شهاب ثاقب تا برد 12 کیلومتر و همچنین موشک‌های صیاد و طوفان از این جمله. موشک‌های دیگر نظیر توسن، صاعقه و مالیوتکا نیز در راستای موشک‌های تولیدی سازمان هوافضای کشور می‌باشند. سالهای اخیر تحولات بزرگی در فرایند طراحی و تولید انواع آن صورت گرفته است. صنایع هوافضای کشور امروز در زمینه تولید انواع موشک‌های کروز با قابلیت برد کوتاه، متوسط و بلند و همچنین تولید موشک‌های کوسر و رعد با قابلیت برد 120 تا 350 کیلومتر به نتایج ارزشمندی دست یافته است. دانشمندان جوان ایرانی طی سالهای اخیر در مجموعه صنایع هوافضای کشور ضمن ارسال ماهواره‌های متعدد به فضا، امروز با جدیت و پشتکاری در خور توجه مسیر دستیابی به تکنولوژی پرتاب و ارسال ماهواره را دنبال می‌کنند و با مطالعات و توفیقاتی که در این زمینه به دست آمده، در آینده‌ای نزدیک کشور سربلند و سرفراز ایران اسلامی به توان پرتاب ماهواره نیز دست خواهد یافت. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال تجربه و 8 سال کسب دانش تولید در زمینه تجهیزات و ادوات نظامی را به دنبال داشت. طراحی و ساخت انواع بالگردهای ترابری سبک، نیمه سنگین و هجومی و ساخت هواپیماهای جت آموزشی و همچنین ساخت هواپیماهای بدون سرنشین تا برد 200 کیلومتر نمونه هایی از دستاوردهای تلاش مجدانه متخصصان ایرانی طی سالهای اخیر بوده است. ساخت انواع اوورهال هواپیماهای شکاری، ترابری و مسافری، ساخت ایستگاه های کنترل زمینی هواپیماهای بدون سرنشین، سیستم های الکترونیک پرواز، تصویربرداری هوایی، هدفیابی و رهگیری و رهیابی اپتیکی نیز از دیگر دستاوردهای این بخش می باشد. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از تجربیات گرانسنگ متخصصان و دانشمندان ایرانی طی سالهای گذشته، علاوه بر فعالیت